بله شروع کردم. در سخنی از حضرت امام حسین علیه السلام نقل است: چنان می نگرم که گرگ های بیابان بدنم را قطعه قطعه می کنند. این گرگ های خونخوار که همان بنی امیه و لشکر بنی امیه بودند و کردند در عاشورا آنچه کردند، از آن پس نیز می کوشیدند تا خورشید عاشورا را با ابرهای تیره بپوشانند، یعنی با تبلیغ‌های کاذب و سرنیزه‌های غالب و تطمیع برخی کسان با اموال بیت المال. آنان می‌خواستند این خون از حرارت و حرکت باز ایستد و به ویرانگری حکومت ظالمان و ساختن جامعه قسط قرآنی موفق نشود و از اینجا رسالت عاشورا بر عهده پیام رسانان عاشورا قرار گرفت. ایرانیان سلام، شیعیان مولا درود به شما، خیلی خوش اومدید به مجلس حضرت ابا عبدالله الحسین و حسین یاوران و حسین باوران. من کوتاه میکنم، دو سه تا پرسش رسیده اونها رو مطرح میکنم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مسعود عالی و بعد در خدمت ایشون هستیم. در سومین شب از دهه محرم 1443 حاج آقا سلام به شما، خیلی خوش اومدید، سپاسگزارم برای همه زحمت هاتون، خدا به شما خیر بده. خواهش میکنم. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان محترم و مؤمنینی که بیننده برنامه هستن سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما. پرسشی رسیده از مرکز توحید کلگری. خلاصه چراغ اول رو مرکز توحید کلگری روشن کرد، بقیه مراکز ببینیم در رقابت با این مرکز چند تا پرسش میفرستن. ممکنه درباره فلسفه وجودی شیطان بعد از ظهور امام زمان توضیح بدید؟ بعد از ظهور حضرت با نبود شیطان توی اون ایام، آیا امتحانات الهی فقط محدود به هوس‌های نفسانی انسان تو درون انسان میشه یا نه همچنان شیطانی در بیرون هست که ما رو اقوا بکنه؟ بله. حالا انشالله که اون زمان رو ما درک بکنیم انشالله. ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این چیزی که حالا در سوال این بزرگوار بود که فلسفه وجودی شیطان بعد از ظهور، ببینید با توجه به روایاتی که ما داریم و از ظاهر قرآن هم همین برمیاد، چون در قرآن هستش که وقتی شیطان از بهشت رانده شد از خدا نوتال درخواست کرد که رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدای تا قیامت به من فرصت بده. خداوند متعال نفرمود باشه، فرمود فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا وقت المعلوم. معلومی تا یه وقت معلومی به تو فرصت داده میشه، که در روایات ما از اون وقت معلوم زمان ظهوره. پس در زمان ظهور شیطان در واقع از بین میره و فلسفه وجودیش تمام میشه. تمام میشه فلسفه وجودیش. حالا خیلی قیامت و مجازاتش دیگه چیز دیگه خیلی اجمالاً که من توضیح رو نمیتونم الان، حالا فرصت نیست مفصل بدیم، اینی که در مقابل خط انبیا که دعوت به حق میکنن، او دعوتی به باطل بتونه ایجاد بکنه که یک دوراهی جلوی انسان و جن، این دو موجودی که اختیار دارن، یک دوراهی درست بشه تا انتخاب بکنن خوب یا بد رو، و به این وسیله هستش که اگر انتخاب بکنن خوب رو و رشد بکنن، برخلاف ملائکه که اونا دوراهی ندارن، حتما باید تو اون خوبی خودشون و خوبی کردن مجبورن همون مسیر رو باید. به هر حال در زمان امام زمان علیه السلام که فرض بر اینه که جهانیان می اختیار کردن خوب بودن رو، دیگه دوراهی، دیگه نبرد حق و باطل تمام میشه، حق رو دیگه انتخاب کردن، یعنی به یک رشد و بلوغ رسیدن که و انقدر هم به هر حال سرها به سنگ خورده تو طول تاریخ که فهمیدن باید در مقابل یک قدیسی که از طرف خداوند متعال هست و بتونه مدیریت جهانی داشته باشه اونجا زانو بزنن. از این جهت دیگه اون به هر حال نزاع حق و باطل به یک معنا دیگه تمام میشه. منتها اینجور نیستش که بگیم عالم دنیا دیگه عالم امتحان نیست. تا وقتی عالم دنیا دنیاست داره امتحانه، ولی شیطان دیگه نیست که اون وسوسه های فراوان رو به هر حال انجام بده. همونجور که بزرگوار فرمودن نفس انسان هنوز نفس هست، اینجوری نیست که در زمان امام زمان همه معصوم بشن. درسته که ذریب به اصطلاح اون منحنی گناه
به صفر نزدیک میشه از جهت گناه کردن و آلودگی ها، ولی با این وجود صفر نمیشه که بگیم مثلا دیگه هیچ تمایلاتی به گناه و به آلودگی و به اینجور چیزها نیست. بنابراین از این جهت امتحان انسان ها هنوز برقراره و نفس هستش که نفس امارتون به سوء هنوز هست. و باز بنا به تعالیم شیعه میشه گفت که مقاومت در برابر گناه تو زمان پیش از ظهور چون سخت‌تر ثواب بیشتری هم داره. بله بله، به یک معنا این چنین هستش، هرچند که در زمان ظهور چون یک تربیت خاص از طرف معصوم براشون صورت میگیره اونا مقامات خودشون رو دارن، ولی در روایات ما همونجوری که میفرمایید قبل از ظهور به خاطر دشواری و سختی کار خوب بودن و خوب موندن ارزش بیشتری بیشتر. پرسش دوم و پایانی از کانون نور مونترال. من از مرکز امام حسین ادمونتون و محفل اونس با قرآن تورنتو هم میخوام که اونا هم پرسشاشون رو بفرستن که هر چهار گروه خلاصه یک یک برابر بشن. با سلام خدمت حاج آقای عالی و تشکر ازشون، لطف بفرمایید توضیح بدهد که زیارت عاشورا رو چه کسی و کی نگاشته است و اینکه این محتوا همش لعن و نفرین توش هست و این با روش زندگی ائمه متفاوته، چون روایت هست که میگن خود حضرت امام حسین همیشه مشغول دعا کردن برای همه بوده، حتی اونهایی که به قتال حضرت اومدن. این پرسش بود. بله، ببینید سند زیارت عاشورا یکی از محکمترین سندهایی هستش که هم مرحوم شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجدش آورده، هم مرحوم کفعمی که از علمای بزرگ ما هستش شون باز در کتاب مصباحش آورده. سند از امام صادق یا امام باقر علیه السلام هستش که به اجدادشون و پدرانشون برمیگرده که یکی یکی به همین صورت، مثلا امام صادق علیه السلام از امام باقر، از حضرت سجاد علیه السلام، از امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین، پیغمبر، جبرئیل، ان الله تبارک و تعالی، یعنی در واقع حدیث قدسیه، از خداوند متعال سند رسیده. دوستان اگر مفاتیح رو ببینن بعد از زیارت عاشورا یه دعایی است به نام دعای الغمه که اونجا اون سند رو اونجا بیان کرده. سند محکمی هست. این که مضمونش لعن و نفرینه، بله یکی از موارد محتوایی زیارت عاشورا و یکی از موارد، نه یکی سر تا سر پر باشه، بله تماما این نیست، ولی یکی از آموزه های مهم زیارت عاشورا بحث تولی و تبریه که انسان نسبت به دوستان خدا دوست باشه، نسبت به دشمنان خدا دشمنی داشته باشه. جزء فروع دینه. تو قرآن مسئله لعن یکی از مواردی که شما تو قرآن به هر حال مواردش بیان شده که خدا در چندی مورد علی لعنت الله علی القوم الظالمین در قرآن است، علی القوم الفاسقین تو قرآن هستش. بنابراین اینجوری نیستش که در قرآن ما نداشته باشیم. همیشه گفت اینا مصداقهای اون قرآن. بله کاملا، همون ظالم رو مصداقهاشو بیان فاسق کرده. رو یا فاسق رو مصداقهاشو بیان کرده که در واقع حرب و جنگ و عناد با خدا و اولیاء خدا هستن. این که ابا عبدالله علیه السلام دعوت به هدایت میکرد و دعا میکرد برای هدایت، این اشکالی نداره، نه اینکه حضرت برای کسانی که به هر حال حتی بعد از اتمام حجت، چون حضرت تو روز عاشورا همه جوره اتمام حجت کرد، حتی بچهش رو دور دست نگه داشت که اگر کسی ذره عاطفه تو وجودش هست به این سمت بیاد. خب دیگه اون کسی که دیگه همه مراتب شقاوت رو گذرونده و هیچ نوری تو وجودش نیست، این واقعا از انسانیت اصلا ساقطه و بنابراین قطعا مشمول اون لعن الهی به ظالم هست. خود خدا وقتی لعن میکنه دیگه ما نباید دلسوزتر از خود خداوند متعال بشیم. از این جهت هستش که نه، این زیارت عاشورا کاملا هماهنگ با قرآن و معارف دینی ما. سپاسگزارم. موضوع این ده شب همدلی و تحکیم پیوندهای مقدسه. حاج آقای عالی شب دوم درآمد بحث رو باز کردن و ازشون میخوایم که امشب بزرگواری بکنن و بقیه بحث رو برن و مقدمات رو بچینن انشالله. ما شب دهم همینجور که هر شب تک تک، همینجور در کل این شب، این ده شب هم با دست پر ان شاء الله از این بحث بریم به لطف سبا توفیق بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه و آله المعصومین. عرض شد در جلسه گذشته که
شیطان، یعنی همون رئیس همه شیطان ها ابلیس و همه جنود و لشکریانش، به هر حال در دوران به خصوص آخر الزمان یک وضعیتی رو ایجاد میکنن که به عنوان دوران حیرت و سردرگمی نامیده شده، که حمله به باورها و اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی و دینی مؤمنین میکنن تا مؤمنین رو نسبت به اون باورها دچار تردید و شک و حیرت بکنن و نهایتاً سقوط و لغزش. شیطان نقشه های متعددی برای سقوط انسان ها داره. من اینو عرض بکنم، هیچ عارف و فیلسوفی اطلاعاتش به اندازه شیطان نیست. نمیخوام بگم رشدش به اندازه شیطان، شیطان که رشدش منفیه، اطلاعاتش، آگاهی هاش، چون شیطان به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه 6000 سال در عالم بالا بوده، یعنی عالم ملکوت رو و باطن عالم رو دیده، از اسراری از عالم خبر داره، اطلاعات بسیار گسترده ای داره و طبیعتا نقشه هاش نقشه های پیچیده ایست، به خصوص اون نکته ای که دیروز در جلسه قبل خدمت دوستان بزرگوار عرض شد که بر اون اطلاعات و آگاهی هاش در طول زمان افزوده شده و به خصوص در آخر الزمان دیگه به هر حال شیطان انبوهی از آگاهی ها و اطلاعاتی رو داره برای اینکه نقشه های سنگین و پیچیده ای رو علیه مؤمنین به کار ببره، علیه انسان ها به کار ببره. بعضی از این نقشه ها در قرآن و روایات ما بیان شده. یکی از اون نقشه ها رو که مربوط به بحث ما هست من عرض میکنم و پیرامونش دیگه حالا انشاءالله توضیحاتی خواهم داد. یکی از نقشه های سنگین شیطان برای مؤمنین سست کردن و گسست بین پیوندهای مقدس و محبوبی است که خداوند متعال اونها رو دوست داره. پیوندهایی که در جامعه باید باشه برای حفظ حریم جامعه، حفظ اخلاق تو جامعه، حفظ معنویت در جامعه، این پیوندها باید باشه، شیطان رصد میکنه و این پیوندها رو سعی میکنه که سست بکنه و از بین ببره. پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین والدین و فرزندان، پیوند بین برادر و خواهر، بین افراد خانواده، بین افراد فامیل، اینا پیوندهای ارزشمند و مقدسی است. پیوند بین مؤمنین با همدیگه، پیوند بین مؤمن و مسجد و اهل مسجد، پیوند بین مؤمن و عالم دینش، پیوند بین مؤمن و مرجع تقلیدش، پیوند بین مؤمن و امام و رهبر الهیش. ببینید اینا پیوندهای مقدسی است که دین و باورهای دینی رو در جامعه و تربیت رو در جامعه نگه می‌داره. طبیعتا شیطان خب وقتی این پیوندها رو مورد هجوم قرار بده، اون تربیت و اخلاق و دین مداری شیرازش پاشیده میشه و حالا در آینده انشالله عرض خواهیم کرد که همین پیوندها هستش که به گونه ای اگر حول محور حق صورت بگیره مقدمه و زمینه ساز ظهور است ولی اصل علیه السلام خواهد بود، که حالا این انشالله اگر فرصتی شد در جلسات آینده. خب این کاریست که شیطان میکنه. در قرآن یکی دو جای قرآن این نقشه بیان شده که ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان فاصله میندازه، فساد درست میکنه بین انسان ها، اختلاف درست میکنه، کاه رو کوه میکنه. یا در جای دیگری از قرآن هست انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، شیطان میخواد بینتون دشمنی و بغض و کینه درست بشه، با همدیگه صفا و همدلی و صمیمیت بینتون نباشه. ببینید این نقشه شیطان هستش، چون شیطان میدونه که انسانها وقتی از هم جدا بشن، تک بشن و تنها بشن، خیلی راحت نصیب خود او میشن، خیلی راحت میتونه تسلط بر اونها داشته باشه. شبیه این میمونه که شاید دیده باشید تو کوهنوردا وقتی که تو کوههای صعب العبور و گاهی موقع برفگیر میخوان برن، کمراشون رو با هم دیگه میبندن، یه پیوندی بین خودشون برقرار میکنن که اگر پای یکیشون لغزید تا ته دره سقوط نکنه، به خاطر این وصل بودن به بقیه میتونه محفوظ باشه.
برخلاف اون کسی که تنهاست. اون کسی که تنهاست وقتی زیر پاش خالی بشه تا ته دره سقوط بکنه. از این جهت شیطان میدونه که تنها شدن سقوط انسانها رو سهلتر و آسانتر میکنه. این همونی هستش که حدیث معروفی هست از امیرالمومنین علیه السلام، شاید شنیده باشید، که حضرت فرمود یاکم والفرقه، مبادا تفرقه بینتون رخ بده، از هم جدا بشید. فان ید الله مع الجماعه، دست عنایت خدا با جمعه. فان ید الله مع الجماعه. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من القنم للذئب. همونطور که اگر گوسفندی از گلش جدا بشه نصیب گرگ بشه، اگر انسانی هم تک بشه و تنها بشه راحت نصیب شیطان بشه. فان الشاذ من الناس للشیطان. بنابراین به هر حال شیطان این کار رو انجام میده. متاسفانه این اتفاق الان تو بعضی از کشورهایی که با فرهنگ دینی زندگی نمیکنن و آنچنان برشون غالب نیست، این اتفاق افتاده. شما ببینید سال 2018، حدود 3 سال قبل، در انگلستان وزارتخانه‌ای تأسیس شد، شاید کم و بیش بدونید، به نام وزارت امور تنهایی. چون از حدود 65 میلیون جمعیت انگلیس بیش از 9 میلیون نفر تنها زندگی میکنن و این تنهایی عوارض و خسارات سنگینی بر جامعه وارد کرده. آدمایی که تنها زندگی میکنن دچار عقده‌های روحی روانی میشن، دچار افسردگی میشن، خودکشی میکنن، مشکلاتی برای جامعه ایجاد میکنن که خسارتی رو که برآورد کرده بودن، ظاهرا روزنامه گاردین این رو چاپ کرده بوده، حدود در سال 32 میلیارد پوند، 32 میلیارد پوند رقم سنگینی هست. برای این یه وزارتخونه تأسیس شد که به هر حال این خسارت ها و عوارض منفی کمتر بشه. خانم ترزا می نخست وزیر اسبق انگلیس که نطقی داشت در تأسیس این وزارتخانه، این نطقش هست، دوستان بزرگوار تو اینترنت میتونن جستجو بکنن. تعبیرش این بود که تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه که فردگرایی غالب شده بر جمعگرایی، که انسانها تحمل همدیگر رو ندارن، برای همین هم پناه به حیوانات میبرن، با حیوانات زندگی میکنن، اما با همدیگه تحمل ندارن که زندگی بکنن. حتی شاید فضای مجازی هم بر این تنها شدن انسانها افزود. درسته که فضای مجازی از یه جهت ارتباطات رو سهل کرد، ارتباطات علمی و اطلاعاتی رو آسان کرد و بیشتر کرد، اما از جهت همدلی و صمیمیتی که تو خونه ها و خانواده ها هست، شاید خیلی خونه ها و خانواده ها و افراد خانواده رو به خودش مشغول کرده. یعنی به هر حال خیلی از افراد خانواده کنار همدیگه هستن ولی با گوشیشون مشغولن، با کامپیوترشون مشغولن. همراه اولشون قبل از اینکه برادر خواهرشون باشه گوشیشون هست که با اون میخوابن، با اون بیدار میشن. من یه کاریکاتوری رو میدیدم که یه عکسی پشت صفحه کاریکاتور، پشت یه مجله‌ای که یه کاریکاتوری رو کشیده بود و پشت صفحهش بود. این کاریکاتور نشون میداد که یه زن و شوهری رو دو تا صندلی که به هم چسبیده ولی پشت به هم دیگه، زن و شوهری نشستن، هر کدوم یه لپتاپ جلوشون هست، دارن چت میکنن. یعنی کنار هم دیگه، چسبیده به هم دیگه، از جهت بدنهاشون کنار هم دیگه هستن، ولی من در میان جمع و دلم جای دیگر است. دل جای دیگه است، چه حواسش جای دیگه است. بنابراین میخوام این عرض بکنم که حتی شاید درسته که این کرونا هم یه مقدار بر تنها شدن ها افزود، که آدم ها از هم جدا میشن، ولی این موقته، یک خلق و خو ایجاد نمی کنه. ولی فضای مجازی شاید یک خلق و خو ایجاد بکنه که فردگرایی برش غالب بشه نسبت به ارتباطش با جمع. بنابراین یکی از نقشه های سنگین شیطان و دستگاه ابلیس هستش که انسانها رو تنها بکنن و پیوندها رو باعث سست شدن و گسستش بشن. برای همین هم هست که شما میبینید در توصیه های دینی ما
به شکل‌های مختلف توصیه شده که مؤمنین با هم دیگه باشن، ارتباطشون با هم دیگه از دست نره. شما این رو شنیدید که اگر در نماز جماعت تعداد در روایات هست از 10 نفر بیشتر بشه، ثوابش رو دیگه به هر حال ملائکه و جن و انس دیگه نمیتونن بنویسن. من کاری به ثوابش ندارم، ولی ببینید این توصیه به این که تعداد زیاد بشه، جمع بشن با هم دیگه و عبادات رو جمعی انجام بدن. پیغمبر اکرم حاضر غایب میکرد تو مسجدش، اگر کسی یه روز نمیومد غایب بود دنبال میکرد که نکنه این دور بشه از مؤمنین، عقب بیفته، از جمع جدا بشه. یا مثلا باز در توصیه‌های دینیمون این هست که اگر بخواید دعا بکنید، از آداب استجابت دعا اینه که مؤمنین با هم دیگه جمع بشن و دعا بخونن، که در روایاتی اومده اگه 40 نفر با هم دیگه جمع بشن، خدا عنایت دیگری به این جمع داره. امام صادق علیه السلام در روایت هست که میفرماید پدرم امام باقر علیه السلام وقتی حاجتی داشت، ما اعضای خانواده رو هر تعدادی که بودیم جمع میکرد، میفرمود من دعا میکنم شما آمین بگید، که جمع آمین بگه. تو حدیث کسا که حدیث بسیار با برکتی هست و معروف هم هست و قاعدتا شاید شما بزرگوارها هم میخونید او رو بعد از هر از گاهی که رحمت بسیاری رو نازل میکنه، یه تعبیری هست که شاید باش آشنا هستید. تعبیری که تو حدیث کسا هست اینه: ما ذکر خبر هازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت بهم الرحمه و حفت بهم الملائکه. جمعی از شیعیان نیستن که دور هم دیگه جمع بشن و این حدیث رو، این دعا رو بخونن، مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه حضور پیدا میکنن و به هر حال آثار و فواید بسیاری خواهد داشت که تو همون حدیث کسا اومده. ببینید باز تأکید بر جمع بودن. گاهی موقعا تو یک جمع یک دلسوخته ای هست که خدا به واسطه همون به همه عنایت میکنه. جمع خیلی فواید داره. خدا رحمت کنه مرحوم رسول ترک رو، رسول دادخواه خیابانی که معروف بود به رسول ترک. ایشون از لاتای تهران بود، اهل شر و شرارت بود، اما خب امام حسین علیه السلام خریدارش شد و توی یکی از مجالس سید الشهدا زندگیش عوض شد. ایشون نقل میکنن دیگه وقتی تو هر مجلسی مینشست دیگه آتش میزد به اون مجلس با حالات خودش. گاهی موقع ها مجلس تمام میشد، مجلس روزه ای اگر بود، رسول تا نیم ساعت بعد از مجلس زانوش تو بغلش بود، هق هق گریه میکرد. مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری از مراجع واقعا با عظمت تهران، از مراجع تقلید بسیار بزرگوار، ایشون میگفت من دوست دارم که تو مجلسی که رسول باشه منم اونجا باشم، چون عنایاتی به اون میشه که کسانی که تو اون مجلس هستن مورد عنایت و نظر پروردگار عالم قرار میگیرن. گاهی موقع توی جمع یه دلسوخته ای هست که این آثار رو داره. این جمع بودن واقعا فواید عجیبی داره. ما باز در روایاتمون هست، در وسایل شیعه هست روایت که اگه 40 نفر در تشییع یک مؤمنی که از دنیا رفته جمع بشن و بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، همونی که تو نماز میت میگیم که خدای ما بدی ازش ندیدیم جز خوبی ازش ندیدیم، خداوند متعال خطاب میکنه به این تعدادی که این رو گفتن که انی عجزت شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو قبول میکنم و غفرت له ما علمتم ما لا تعلمون، با اینکه من میدونم این شخصی که از دنیا رفته چه گناهانی کرده و شما نمیدونید، اما چون شما جمع شدید و شهادت میدید من میبخشمش. غفرت له ما علمتم ما لا تعلمون. ببینید حتی جمع عذاب رو از یک نفر برمیداره. حتی تو روایات ما هست که موقع غذا خوردن سر سفره اعضای خانواده با هم جمع بشن غذا بخورن. اینجور نباشه که سفره پهن باشه، تک تک بیان، یکی بشینه بخوره بعد بره، یکی دیگه بیاد بعد بره، نه، جمع بخورید. پیغمبر فرمود که اگر اینجوری سر سفره اعضای خانواده جمع بشن، فاذا اجتمعوا علیها نظر الیهم بالرحمه لهم، خدا نظر رحمت به این جمع میکنه، فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، خدا این جمع رو میبخشه قبل از اینکه متفرق و پراکنده بشن. با اینکه سر سفره که ذکر نمیگن، قرآن نمیخونن، دارن غذا میخورن،
خداوند متعال بفرمایید که باشه غذا بخورید، من دوست دارم جمعتون رو. اینکه انقدر تأکید شده صله رحم، اینکه تأکید شده از همدیگه خبر داشته باشیم، اینا همش به خاطر همینه که پیوندهای اجتماعی که محبوب خدا هست و همین پیوندها هست که اخلاق رو، تربیت رو، باورهای دینی رو تقویت میکنه، مانع از سقوط انسانها میشه، خبر از همدیگه پیدا میکنن، به درد همدیگه میرسن. همین پیوندها هست که بسیار ارزشمنده و از این جهت توصیه شده، برخلاف نقشه شیطان که عرض کردم هم مقام بشه اینه که این پیوندها رو سست بکنه و از بین ببره. در بین پیوندها من یه نکته ای رو حیف میدونم که به هر حال این رو نگم و عبور بکنم ازش. حالا اون چیزی که در بین پیوندها، دو تا پیوند هستش که شاید از مهمترین پیوندهای اجتماعی است که ما باید خیلی هم مقام داشته باشیم که اون رو حفظ کنیم، اینو میگذارم بعدن. ولی یه نکته ای رو همینجا خدمتتون عرض بکنم. ببینید، در فرهنگ دینی ما، در فرهنگ قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، پیوندی که بین مؤمنین هست یک پیوند واقعی و اصیل و تکوینیه، یک پیوند قراردادی نیست که ما با هم دیگه قرارداد کردیم چون توی یه شهر با هم دیگه زندگی میکنیم، شهروند یک شهر هستیم، مثلا همدیگر رو دوست داشته باشیم، حقوقی بینمون باشه، یا چون نژادمون یک نژاد هست، مثلا آریایی هستیم فرض کنید. نه، پیوندی که بین مؤمنین هست خیلی فراتر از اینه. تشبیهاً مثل پیوند و رابطه‌ای که بین سلول‌ها و بافت‌ها و اعضای بدنه. شما ببینید سلول‌ها و بافت‌ها و اعضای بدن با همدیگه یک پیوند واقعی بینشون برقراره. اگر یک عضوی از اعضای بدن ضربه بخوره، اعضای دیگه نمیتونن بی تفاوت باشن. مثلا فرض کنید، حالا من مثال عوامانه میزنم، اگر کسی انگشت پاش درد بگیره، به جایی خورده باشه، ضربه خورده باشه، چشم هم باهاش همدردی میکنه، شب نمیخوابه، نمیگه که خب تو پا بوده که خوردی به یه سنگی، به یه جایی خوردی، من چرا درد بکشم، من چرا بیخوابی بکشم. نه، تمام بدن خودشون رو هماهنگ میکنن با او و درد او رو، بارش رو برمیدارن. چرا؟ چون تمام سلول ها، بافت ها و اعضای بدن همه در خدمت یک روحن، یک روح هست که بر همه حاکمه. مؤمنین هم بینشون رابطه‌ای که برقرار هست یک رابطه واقعیه، چون روح ایمان مثل یه نخ تسبیحی که تو همه دونه ها رفته و همه رو به هم دیگه ارتباط بینشون برقرار کرده، روح ایمان، روح ولایت تو بین همه مؤمنین رفته و بینشون یک ارتباط بسیار محکم و وثیق و واقعی وجود داره. در روایت هست تو اصول کافی که جابر جعفی که از اصحاب بسیار با عظمت امام باقر و امام صادق علیهم السلام، از اصحاب سر این بزرگواران بوده، خدمت امام باقر میرسه، میگه آقای مقام من دلم میگیره، بدون اینکه هیچ اتفاقی برای من و خانوادم رخ داده باشه همینجوری دلم میگیره، آنچنان دلم میگیره که افراد خانوادم میفهمن من یه غمی دارم، یه قصه‌ای دارم، نمیدونم چیه. امام باقر علیه السلام فرمود که یا جابر، ان الله عز و جل خلق المؤمنین من طینت الجنان، خداوند متعال مؤمنین رو از طینت بهشت خلق کرده، و اجرا فیهم من ریح روحه، از شعاع روح خودش دمید در مؤمنین. مؤمنین روح ایمان و یک روح الهی درشون ساری و جاری هست. فلذالک المؤمن و اخو المؤمن، به خاطر همین است که مؤمنین بینشون یک اخوت و برادری در کار هست، همونی که قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، یک پیوند وثیقی بینشون برقرار هست. فاذا اصاب روحا من تلک الارواح فی بلد من البلدان حزنون، اگر به یکی از این مؤمنین تو یک سرزمینی ولو دور یه حزن اندوهی برسه، یک مؤمن دیگری در یه جای دیگه دلش میگیره. یعنی دل گرفتن گاهی موقع به خاطر اینه که یک مؤمنی یه جای گرفتاری داره، یه مشکلی براش پیش اومده، چون ارتباط واقعی بین مؤمنین هست، تو هم دلت میگیره.
از این جهت هستش که گاهی موقع ها بعضی از دلگیری ها شاید خودتون تجربه کردید، غروب های جمعه که معمولا دلگیره، که بعضی از بزرگان ما تحلیل کردن چون غروب جمعه موقعی هستش که امام زمان علیه السلام، چون روز جمعه زمان فرج حضرته و این جمعه هم فرجش اتفاق نیفتاد به خاطر آماده نبودن مؤمنین، از این جهت یک دلگیری برای حضرت هست، یا چون نامه عمل بعضی رو مؤمنین رو دستش میدن و حضرت دلش گرفته، خب در رأس مؤمنین او هست و دیگران پیوند روحی با او دارن، دلگیر میشن. عنایت میفرمایید ارتباط روحی بین مؤمنین چقدر زیاد هست. و از همینجا من یه چیزی رو عرض بکنم، یکی از نشانها و محک هایی که انسان میتونه خودش رو محک بزنه که ایمانش چقدره، ببینه که از درد دیگران چقدر دردش میاد، از درد مؤمنین چقدر دردش میاد. اگر بفهمه که یک مؤمنی یه جا دردمنده، بیخیاله یا بیقراره. پیغمبر اکرم و اهل بیت اگه یه دردمندی رو میدیدن جایی هست، بیخیال نبودن، بیقرار بودن، چون یک سنخیتی، یک ارتباطی داشتن با او. همه تو قرآن خوندید که امیر المومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین و حتی فزه که خادمه خونشون بود روزه بودن، هنگام افطار وقتی میخواستن افطار بکنن یک یتیمی اومد در خونشون، اینها بعضا نان خودشون رو دادن به او، بعد یک بعد از اون یتیم یک اسیری اومد. اسیر اونجا چی کار میکنه؟ اسیر یعنی کافری که اونجا تو اون کشور اسلامی بوده. حتی به او هم قرص نانشون رو دادن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. تو سوره دهر داره اینو، که فقیر و مسکین و اسیری اومدن در خونهشون و اینها، حالا یا تو سه روز پی در پی یا تو یک روز و سه نوبت، مفسرین مختلف گفتن، قرص نانشون رو دادن و خودشون روزشون رو فقط با آب افطار کردن. چرا؟ چون دردمندن. حتی کافری اومده بود. اینو من عرض بکنم، درسته که بین مؤمنین یک ارتباط خاص برقراره، اما به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، حتی بین انسانها، امیرالمومنین در اون نامه به مالک اشتر، نامه 53 به مالک اشتر، میگه مالک به انسانها خدمت بده و حقوقشون رو رعایت بکن، به دردشون برس، چون انسان ها دو دسته هستن، اما اخون لکه فدین یا برادر دینیت هستن که پیوند و سنخیت بینتون هست، و اما نظیرون لکه فلخلق، یا اینکه شبیه توست در خلقت، یک انسانیست، ولو اینکه هم دین و هم کیش تو نیست، یک انسانیست. در فرهنگ دینی ما نه فقط انسان ها، حیوانات حقوق دارن، گیاهان حقوق دارن، که امام سجاد تو رساله حقوقش جزئیات حقوق رو بیان کرده. اما در این حال حقوقی که بین مؤمنین هست خیلی محکمتر و ارتباطی که بین مؤمنین هست خیلی واقعی تر هستش. و از این جهت هستش که اگه بخوایم محک بزنیم خودمونو، ببینیم نسبت به درد همدیگه چقدر دردمند میشیم. اون تعبیری که سعدی گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو دردی چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این واقعیتی است در بین همه انسان ها، ولی به خصوص در بین مؤمنین این رابطه صد چندان هستش. و از این جهت نسبت به درد همدیگه نباید بی خیال باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسد مهدی قوام رو، از اولیاء الهی بود در تهران، که خب واقعا ایشون فوق‌العاده بود. هنوز پیرمردای تهران هستن، من باهاشون برخورد داشتم، که مجلس و منبر آقای اسد مهدی قوام رو یادشونه و خاطرات زیبایی از ایشون دارن. نقل میکردن یه مرتبه آقای اسد مهدی قوام ور میکرد از جایی، چون سیل در تهران اومده بود، تهران رودخونه های زیادی در گذشته و جوی های خیلی پرآبی در گذشته ازش عبور میکرد، سیل اومده بود و آب همه جا رو گرفته بود، یه سگی افتاده بود تو سیل و
به خس و خاشاک خودش رو گیر داده بود. سیل و آب هر لحظه می اومد بالاتر، این سگ هی سرش می رفت زیر آب، می اومد بالا و خودشو نگه می داشت. مردم هم خب وایساده بودن تماشا می کردن، خب یه سگیه دیگه که خب تو آبم افتاده نگاه می کردن. این سگ دیگه تقریبا داشت رمقهای آخرش رو داشت تمام می کرد. آیا اسد مهدی قوام رسید، تار رسید، عبا و عمامه رو گذاشت کنار، رفت وسط آب، این سگ رو دستش رو رها کرد از اون خس و خاشاک. سگی که خب نجس هم هست، خب بله نجسه، تو خونه و زندگی نباید باشه، اون سر جای خودش، ولی خب مخلوق الهی است و حقی داره، اونم سر جای خودش که باید ترحم به او هم بشه. این سگ رو بغل کرد، سگ خیس رو، اومد کنار آب و او رو گذاشتش کنار و بعدش رفت سراغ لباساش که لباسش رو بپوشه. این سگ خودش رو یه تکونی داد که به هر حال این آباش بریزه، گویی سرش رو به سمت آسمان بلند کرده بود، گویی شکری تشکری کرده بود. آیا اسد مهدی قوام نگاه کرد، اشک تو چشاش جمع شد، گفت خدایا من رو به سگی ببخش، من رو به سگی ببخش. رحم داشت. در روایت داره که کسی که رحم نداشته باشه، من لا یرحم لا یرحم، مورد رحم خداوند متعال قرار نمیگیره. مؤمنین باید، این نسبت به حیوانه، چه برسه نسبت به مؤمن دیگری که قصه او رو بخوره، درد او رو ازش دردمند بشه. کسانی که الان تو سر تا سر کشورهای اسلامی تو درد هستن، تو رنج هستن، نمیتونه اگه آدم خودش خیالش راحت و تو آسودگی هست نسبت به اونا فارغ باشه. در هر حال یکی از علائم مؤمن اینه که این پیوند مؤمنانه که از جهت روحی در فرهنگ دینی ما این هستش که بینشون برقراره، باعث بشه که از درد دیگران دردمند باشه و به خیال نباشه. و همین هم سربنشأ حقوق بین مؤمنین، همین این هستش که یک روح ایمان و ولایت تو همشون ساری و جاری هستش، یک پیوند واقعی بینشون هست، از این جهت بر همدیگه حق پیدا میکنن و نسبت به همدیگه باید احترام رو حفظ کنن. ما روایات بسیار زیادی داریم، خیلی عجیبه و خیلی قابل توجهه، روایات متعدد داریم در اصول کافی شما ببینید و کتب روایی دیگرمون، که اگر مؤمنی نسبت به همدیگه ترحم بکنن، نسبت به هم خدمت بکنن، کمک به همدیگه بکنن، رابطه شون ما اهل بیت و ولایتشون ما اهل بیت محکم میشه. ممکنه شما بگید که آقا چه ارتباطی است تحکیم ولایت با اهل بیت با عشق و با سینه زدن و با زیارتنامه خوندن و با اینجور چیزاست؟ کمک کردن مؤمنین به همدیگه چه ربطی داره که ما ولایتمون به اهل بیت محکم بشه؟ جواب این هستش که کاملا ربط داره. من قبل از اینکه ربطشو بگم، خیلی سریع یه روایت رو فقط عرض میکنم. معلم ابن خنیس که از شاگردان امام صادق بود، به امام صادق خدمتش رسید و سوال کرد که آقا حق مؤمن بر مؤمن دیگه چند تاست؟ امام صادق فرمود سبع حقوق واجبات، مؤمنین هفت حق به گردن همدیگه دارن که این هفت حق رو اگر رعایت کردن ولایتشون با ما اهل بیت رو محکم کردن، و سلط ولایت که به ولایتنا، و اگر این حقوقی که بین مؤمنین هست اگه ضایع کردن، به همدیگه ظلم کردن، بی احترامی کردن، به مقداری که این حق رو ضایع کردن ولایتشون با ما اهل بیت سست میشه. معلم ابن خنیس گفت آقا اون هفت حق چیه؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی. حالا لااقل باز ندونی شاید بهتر باشه. او اصرار کرد که آقا بگید. امام صادق شروع کرد هفت حق رو گفتن که وسطاش معلم ابن خنیس گریهش افتاد، گفت ما اینا رو عمل نمیکنیم، ما میگیم مؤمن هستیم ولی اینا رو عمل نمیکنیم. اولین حق از اون هفت حق اینه که هر چی برای خودت میپسندی برای برادر مؤمنت بپسند، هر چی که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. تو نمیپسندی کسی آبرو تو بریزه، آبروی کسی رو نریز. نمیپسندی کسی غیبت تو بکنه، غیبت کسی رو نکن. نمیپسندی که کسی بهت ظلم میکنه، به کسی ظلم نکن. هفت حق که امام فرمود اگه اینا رعایت بشه بین مؤمنین، ولایتشون با ما محکم میشه. دلیلش خیلی روشنه، دلیلش همینه که گفتیم بین مؤمنین یه رشته محبت، ولایت،
و ایمان مثل یه نخ تسبیح تو همه رفته. طبیعتاً شما وقتی نسبت به یک مؤمنی که نور ولایت تو او هم هست، جلوه امیرالمؤمنین تو او هم هست، البته تو یکی پررنگتر تو یکی کمرنگتر ولایت ها متفاوت هستش، اگر شما به یک مؤمنی خدمت بکنی، در واقع به اون ولایتی که تو او هست احترام گذاشتی و ولایتت با اهل بیت محکم میشه. اگر نسبت به یک مؤمنی که جلوه امیرالمؤمنین و نور ولایت تو او هست ظلم بکنی، به همون مقدار رابطت با اهل بیت سست‌تر و کمرنگتر میشه. از این جهته که رعایت حقوق همدیگه یکی از راه‌های تحکیم ولایت. انشالله در جلسه بعد این پیوند بین مؤمنین رو که خدا دوست داره برقرار بشه، دو تا پیوند بسیار مهم رو که شیطان به خصوص نسبت به اون دو پیوند حملات سنگین و گسترده‌ای رو انجام میده، در جلسه آینده خواهیم گفت. شب سوم محرم هست. معمولا شب سوم محرم به وقت شما بزرگوارانی که بیننده برنامه هستید، معمولا از سه ساله امام حسین علیه السلام گفته میشه. این دختر بسیار عزیز ابا عبدالله که موقعی که به دنیا اومد، در همون هنگامی که به دنیا اومد مادرش رو از دست داد. مادرش ام اسحاق بود که در هنگام وضع حمل از دنیا رفت و رقیه معصومه که اسمش در روایات ما به فاطمه صغیره یا فاطمه صغرا معروف هستش، به دنیا اومد و از اون ابتدا امام حسین هم براش پدر بود و هم مادر. خیلی از اوقات رو سینه امام حسین و تو بغل امام حسین میخوابید. خیلی دوست داشت ابا عبدالله رو و امام حسین هم خیلی او رو دوست داشت. من فرصت نیست و الان نمیخوام وارد بشم، این بچه هایی که تو کربلا ما بهشون توسل میکنیم، مثل حضرت علی اصغر که 6 ماهش بود، یا مثل حضرت رقیه که 3 سالشه، به چشم بچگی نگاه نکنید. درسته عمر حضرت علی اصغر تو عالم دنیا 6 ماه بود، عمر حضرت رقیه تو عالم دنیا 3 سال بود، اما آغاز حیات مگه عالم دنیاست؟ زندگی مگه از عالم دنیا شروع میشه؟ ما تو روایاتمون انقدر زیاد داریم که قبل از عالم دنیا عوالمی رو ما گذروندیم، عالم ارواح، عالم انوار، عالم تینت، عالم میثاق، عوالمی رو ما گذروندیم. برای همین هم هست که حضرت عیسی، این که دیگه تو قرآن هست، حضرت مسیح علیه السلام وقتی به دنیا اومد، روز اول زندگیش قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من عبد خدا هستم، خدا به من کتاب داده و من رو پیغمبر قرار داده. خب حضرت عیسی، شما که روز اول زندگیته، کجا شما کتاب گرفتی؟ کجا خدا شما رو پیغمبر قرار داده؟ بله روز اول زندگی دنیا هست، ولی اگر پشتبند عالم دنیا، عوالم قبل رو در نظر بگیرید که در اونجا مراتبی رو گذرونده، اون وقت پیر راهه. برای همینم یک کسی مثل حضرت علی اصغر، مثل حضرت رقیه رو به چشم بچگی نگاه نکنید. عوالمی رو اینها گذروندن و لیاقت‌هایی پیدا کردن که تو دستگاه سیدالشهدا علیه السلام جزو کسانی باشن که توسل به اونها باشه و روز قیامت خیلی کار میکنن. این طفل معصوم خیلی اذیت شد تو سفر اسارت، گرسنه بود، تشنه بود، کتک خورده بود، اما مصیبت رقیه گرسنگی و تشنگی نبود. مصیبت و داغ رقیه سر مقدس پدر بود که بالای نیزه میدید، یا گاهی موقع تو تشت میدید که لب و دندانش با چوب خیزران مورد حمله و ضربه قرار میگیره. رقیه قصهش او بود، خبر رو میفهمید، خوب هم میفهمید، ولی تو دلش میریخت و بروز نمیداد. محدث قمی تو کتاب نفس المحموم میگه تو مجلس یزید بود که وقتی چوب به لب و دندان امام حسین علیه السلام میزد و جسارت میکرد، مشروب میخورد و نیم خورده شراب که تو پیاله بود تو اون تشتی که سر مقدس توش بود رو تو اون میریخت جلو چشم زن و بچه امام حسین. بچه های ابا عبدالله پشت عمشون زینب کبرا نشسته بودن، سرک میکشیدن، این صحنه رو میدیدن. یکی از دختر بچه های ابا عبدالله به عمه جانش زینب گفت که عمه به این نانجیب بگی چرا با سر بابام اینجوری میکنه. مرحوم محدث قمی در کتاب نفس المحموم میگه رقیه این صحنه رو که دید مریض شد، این صحنه رو که دید تب کرد و مریضی سنگین شد
که در خرابه شام در مثل پنجم ماه صفر این طفل معصوم وقتی که شبی خوابی دید و از خواب بلند شد خواب پدر رو دید که مثل اون موقعی که تو دنیا بود ملاطفت میکرد او رو بغل میکرد میبوسید رقیه یه مرتبه از خواب پرید دید تو همون خرابه سرد و تاریک هست شروع کرد گریه کردن وقتی این صدای گریه و ناله بلند شد من جزئیات رو نمیخوام بگم عزیزمون انشالله حالا اگر خودشون تو روزهشون صلاح دیدن خواهند خون سر مقدس امام حسین رو آوردن برای اینکه مثلا فرض کنید چون برای امام حسین گریه میکرد شما خودتون یه لحظه تصور کنید بچه کوچیک به خصوص دختر بچه اصلا تجسم عاطفه است تجسم لطافته دختر بچه اگر پدرش یا نه پدرش اگه ببینه که یک کسی به پدرش تندی میکنه دلش میگیره اگه ببینه یک کسی پدرشو داره میزنه دلش میگیره چه برسه که سر پدر رو براش بیارن این طفل معصوم وقتی سر رو دید توی نقلی داره که شوک شد دیگه نتونست حرف بزنه و سر از دستش افتاد خودش هم افتاد یه طرف توی نقل دیگری داره که 4 تا کلمه حرف زد که بابا جان کی رگای گردن تو اینجوری کرد کی محاسنت رو خونین کرد بابا جان کی منو تو بچگی یتیم کرد گفت و گفت همه گریه میکردن یه مرتبه دیدن رقیه یه طرف افتاد و سر مقدس یه طرف دیگه و ابا عبدالله دخترش رو با خودش گویی برد به ملکوت عالم خدایا به آبروی سید الشهدا و این دختر نازدانش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.